سلام بچه، چطور؟ امیدوارم که حالتون عالی عالی باشه. بچه همونطور که خبرش به تازگی در اومده، مثل اینکه جی تی ای سان آندرس نسخه ریمستر دوبله شده، یعنی همون دوبله رو گذاشتن رو جی تی ای سان آندرس. و میدونم که چقدر دوست داره شما این بازی رو با گرافیک خیلی به روستر، خیلی بهتر، با تکسچرهای جدید، با زبان فارسی دوباره با دوبله بازی کنید. در نتیجه دوست داشتم این ویدیو رو واسهتون بذارم و بدون مقدمه بریم واسه آموزش نصبش دوبله. و فقط اینکه لطف میکنید کانال رو سابسکرایب داشته باشید، اون زنگوله کنارش رو بزنید تا هیچ ویدیویی رو وقتی ما آپلود میکنیم از دست ندید. و اگر که نظر چیز داشتید تو کامنت رو برام بنویسید و لایک ویدیو هم فراموشتون نشه. عشق منید، بریم واسه آموزش. خب دوستان، شما اولین کاری که باید بکنید اینه که این فایل زیپی که من اینجا دارم رو باید دانلود کنید. حالا من لینک این فایل رو قشنگ میذارم زیر این ویدیو قسمت دیسکریپشن، میتونید کپی پیستش کنید یا روش کلیک کنید. و این فایلی که حدودا حجمش 981 مگابایت هست، حدود 1 گیگابایت حجمش هست و صوت دوبله فارسی داخلش هست، رو دانلود کنید. وقتی که دانلودش کردید، که میبینید من اینجا دانلودش کردم، روش کلیک راست کنید، اکستراکتش کنید. حالا اگه وینرار ندارید به هر صورتی استخراجش کنید فایل رو، تا به صورت فولدر در بیاد. میبینید که وقتی به صورت فولدر در بیاد یه همچین حالتی، یه اپلیکیشن 1 گیگابایتی بهتون میده. بعد کاری که میکنید اینه که به پیشنهاد بنده، چون میگم نسخه های مختلفی از GTA San Andreas هست و بعضی نسخه هاش که 3 تا عنوان کامل داخل خودش داره با این مدلی که ممکنه شما دانلود کرده باشید فرق کنه، برای این پیشنهادی که الان بهتون میدم و تایید میکنم که انجام بدید، به خاطر اینکه ممکنه که اختلالی تو فایلتون به وجود بیاد. رو این دقیقا رو اپلیکیشن دابل کلیک کنید، صبر میکنید تا باز بشه، چون حجمش 1 گیگابایت هست یه مقدار طول میکشه تا اپلیکیشن باز بشه، ولی نگران نباشید به خاطر میگم حجم زیادشه و چیز خاصی نیستش. خب میبینید که وقتی باز شد ممکنه که چون زبانشو فارسی کردن تو سیستم شما به این شکل نمایش داده بشه که اصلا چیز مهمی نیست. شما این گزینه این بالا رو میزنید، این تیکه بالایی رو رو نکس کلیک میکنید، اینجا این مسیری که بهش میدید این مسیری باشه که خودتون بهش دسترسی داشته باشید، مثلا درایو سی پروگرام فایلز نباشه، اینو چنجش کنید. من حالا چون فولدری ساختم برای خودم تو قسمت مثلا ایکس، من اینو همین فولدر که تو فولدر قبلی دیدید میخوام اینو اکستراکتش کنم که قشنگ بهتون مشخص کنم که کدوم فایل کپی کنید. نکست و دوباره اینجا نکست بذارید که کامل اکستراکت بشه. ثبت میکنیم که اکستراکت که شد و عملا این استال شد، فایلاش کاملا استخراج شد برای بار دوم. بعد بهتون میگم که این فایل رو باید کجا کپی کنید تا بتونید توی خود بازی اصلی ازش استفاده کنید. خب همطور که میبینید تموم شد حالت اینستالیشنش و اینجا رو فینیش کلیک میکنید. جایی که این فایل ها رو نصب کردی رو باز میکنید. حالا من فولدر قبلی تو فولدر ایکس اینجا من اینا رو اکسترکت کردم. خب همونطور که میبینید بچه ها 3 تا فولدر بهتون میده یه دونه فایل. این فایل چیز خیلی مهم نیست واسه پس کردنشه که روش دابل کلیک میکنید و حالا این دوبله رو واسهتون حذف میکنه، که مطمئنم شما نمیخواد این کارو بکنید. همونطور که میبینید داخل این فایل 3 تا نسخه کامل از این GTA هست، GTA 3، Vice City و San Andreas. خب چون من فقط نسخه San Andreas رو سیستمم دارم، شما ممکنه که هر سه‌تاشو نصب کرده باشید، من نمیدونم، ولی چون من خودم شخصا فقط San Andreas رو دارم، میرم داخل فولدر San Andreas و این فولدر Game Face رو اینجا کپی میکنم، میرم جایی که بازیمو نصب کردم. الان شما اینجا نگاه کنید GTA San Andreas Definitive Edition، اینجا من بازش میکنم و همینطور که میبینید فولدر Game Face به صورت دیفالت توی فولدر بازیتون هست. اینجا شما پیستش میکنید این فایلو. حالا من اینجا میشه گفت پیام ریپلیس میگیرم، چون اینو قبلا اینجا کپی کردم، ولی واسه شما دفعه اول که کپیش میکنید این پیام نمیاد و کامل واسه تون کپی میشه و انجام میشه. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، تنها کاری که کافیه بکنید که برید داخل بازی و ببینید که کاراکترها دارن فارسی صحبت میکنن و دیگه زبانشون دوبله شده.
خب دوستان، امیدوارم که آموزش به درتون خورده باشه و با بازی کردن جی تی ای سان آندرس به شکل حالا دوبله فارسی یا حالا وای سی تی یا جی تی ای 3 به صورت دوبله فارسی لذت ببرید و کلی حال کنید. خیلی دوستتون دارم. قبل از اینکه برید کانال حتما سابسکرایب داشته باشید و اون زنگوله کنارش رو بزنید تا هیچ وقت ویدیوها رو از دست ندید. اگر که سوالی، نکته‌ای و میشه گفت پیامی دارید داخل کامنت ها واسه من بذارید. لایک ویدیو فراموشون نشه. دوستتون دارم. میبینمتون تا ویدیو آینده. خدا نگهدار.